سلام بچه، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به این ویدیو. بچه های چند روز ویدیو نساختم، دلیلش این بود بچه ها ناراحت بودم واقعا این 3-4 روزی. حالا چرا ناراحت بودم؟ یکی اومده بچه های چند تا عکس از چت ما خودش گذاشته، بعد یه سری حرف ها زد و یه سری چیزا گفته که ناراحتم کرده بود. اولش گفتم چیزی نگم، ولی دیدم به چند تا دلیل بچه‌ها این ویدیو رو واقعا ساختم، چون چند روز داشتم با خودم کلنجار می‌رفتم که این ویدیو رو بسازم یا نه، چون اصلا از این دراما و نمی‌دونم خیلی بدم میاد بچه‌ها، خیلی بدم میاد، خودتون می‌دونید دیگه. چند بار دیدی در مورد این چیزا مثلا میام چیز کنم. حالا بچه‌ها دلیلی که این ویدیو رو ساختم، اولش بچه‌ها حس کردم که یه سری بین ما شما بچه‌ها، خب این چند وقتی که مثلا داریم دارم کانتنت می‌سازم اینا، ما دیگه تقریبا مثل دوستیم. خب مثلا دیدم یه سریاتون امکان داره حرفایی که مثلا یه سری حرفایی که این زده شما باور کنید، بعد ادسا ناراحت بشید، بگی امید مثلا اینجور آدمیه واقعا. مثلا همین گفتم بیام اولا به احترام شما بچه، واقعا میگم این 90 شد نه دماغ دروغه خدایی 70% در 70 الی 80 الی 90 واقعا درصد ساخت این ویدیو اینه که اولا به خاطر شماست، دوما بچه این اسکرین شات ها اینا خودم آوردم، دیگه نیاز نباشه بدی ویدیو دیگه رو ببینید، همینجا ببینید کامل توضیح میدم که قضیه چه قراره، چون که یه جورایی دیگه توضیح کاملش همینجا بهتون میدم که چیه و اصلا قضیه کلا چه قراره که یه بار این ویدیو ساخته بشه. انقدر از این ویدیو من تو این کامیونیتی دیدم و هیچی نگفتم، خب دیگه گفتم باید این ویدیو رو یه بار بچه‌ها من بسازم، توضیحات کامل رو یه بار بهتون بدم که دیگه از این جور ویدیوها دیگه ما نبینیم، نه از خودم نه از بقیه، که بیام خودشون یا دفاع کنم یا نمیدونم این همچین چیزی کسی بخواد همچین کانتنت هایی بسازه که مثلا دیده بشه یا هر چیزی. حالا اولا بچه ها این یه درصد قضیه است، بعد میگم یه درصدش هم واقعا خودم ناراحت بودم دیگه، یعنی خودم واقعا ناراحت بودم. حالا بچه ها اینا این چی میگن، این حرفایی که زده، اول در مورد این حرفایی که زده یکم بهتون بگم، حالا عکسام بیا جلو در مورد موضوعی هم که آخر این چندین هر چی بلا توی این کامیونیتی و توی یوتیوب و توی کالا فوده اومده رو سر کی؟ امید، یعنی امید باعث بانی همه اتفاقات بچه‌ها. اولا بچه نا کنید حرفی که این میزنه، میگه که این کامیونیتی کالا بچه‌ها اولا پیشرفت نداره، بعد دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که امید نمیره با بقیه یوتیوبرها ویدیوی همکاری بذاره. بچه‌ها یه اولا این حرف صحت نداره، خودتون میدونید من محسودو که مثل داداشمه واقعا زنگ زدم بهش، واقعا قدم رنجه کرد، واقعا لطف کرد، هیچ منتی نیست، واقعا لطف کرد، خودم بهش زنگ زدم گفتم داش محسود بیا اینجا با هم ویدیو بگیریم، دمش کرد. از همینجا میگم محسود دمت کرد، اون روزی که اومد بهش گفتم، الانم میگم اومد همینجا آوردمش خونه خودمون، یعنی واقعا لطف کرد، یعنی نه که بگم مثلا آوردمش خونه خودمون چیز کردم، نه اینکه مثلا آوردمش اینجا لطف کرد، اومد دمش کرد، اومد اینجا با هم دیگه ویدیو گرفتیم. خب این یه دونه، یعنی دیگه کدوم یوتیوبری نفر دیگر آورده خونه خودش بیاد باش ویدیو بگیرم بچه‌ها؟ اگه حرف اینه که من با کسی ویدیو نمیسازم، بعد سوال اینجا میاد پیش میاد که آقا بس اگه اینجوریه امید چرا با تو ویدیو نمیسازه؟ این یه قهر بس بچه‌ها جداییه. اوکی حالا این در مورد این چیز این چیزا بگم در مورد این، چون این خیلی به این در مورد این قضیه خیلی حرف میزنن تو کامیونیتی، نمیدونم امید اتحاد کن اتحاد چیه، با حالا اینو کامل بچه بهتون توضیح میدم این قضیه این اتحاد رو، نمیدونم با بقیه یوتیوبرها ویدیو بگیر اینا. بچه‌ها اولین دلیلی که بچه‌ها میاد این حرفا میزنن، میگم مثلا یوتیوبرای دیگه مثل پوتک فرشا سالید اینا با هم دیگه ویدیو میگیرن کامیونیتیشون پیشرفت میکنن، حالا دلیل این که ویوها اومده پایین خب تقصیر توه، تقصیر منه که با بقیه ویدیو نمیگیرم. اولا بچه‌ها اون پوتک اینا خب اونا با کسایی ویدیو میگیرن که ویوهاشون نزدیک همه، مثلا اینا همشون ویوهاشون نزدیک همه، یعنی مثلا یک اونا مثلا 200 کا میخوره، اون فرشاد هم 200 کا میخوره، اینم 200 کا، اینا با هم ویدیو میگیرن چون که همشون معروفن، خب ویدیو ویوش بیشتر میشه. این از این یه چیزی، مثلا الان مثلا من یه کانال دوم دارم دیگه، اونجا ویو مثلا 30,000 تاست، خب مثلا این من الان برم یقه فرشا سایلنتو بگیرم چون مثلا ویو فرشاد این چند وقته کم شد، خب برم بگم فرشا سایلنت تو با من چون که ویدیو نمیسازی کامیونیتی داره پیشرفت نمیکنه، ویو داره کم میشه. خب عزیز من این واقعیت، آقا ویو تو بالاتر از منه، ویو من پایین تره، الان من خودم اونجا قشنگ این درکو دارم میکنم، یعنی الان ویو فاصله من نمیتونم اصلا منطقی نیست برم با این نفر مثلا فاصله ویو، نه اینکه هیچ ادعایی داشته باشم ویو، میگم یه قانونیه، مثلا اینکه قانون جاذبه کره زمین، وقتی فاصله ویوی هست فرشاسان الان بگی من با اومیستیک ویدیو ساختم، خب ویوش کم میشه، ویدیویی که داری میسازه ویوش کم میشه. خب به خاطر همین واسه این میشه ویوی کانالش بیاد پایین تر، چون ویدیویی بسازی که ویوش کم باشه، الان میگم خب اومیسیکس کیه داری در مورد چی داری حرف میزنی؟ خب سر همین بچه قانون یکه این که ویدیو با هم بگیرن یوتیوبرها، یک اینه که اولا به هم اعتماد داشته باشن، این خیلی مهمه اعتماد داشته باشن، قانون دومش هم بچه اینه که اینا حداقل ویوشون به هم نزدیک باشه. اوکی حالا
با مسعود که ما ویدیو گرفتیم، شاید بگی خب امید ویدیوت با مسعود که ویدیوتون نزدیک هم که نبود، بچه ما ویدیو چالشی گرفتیم. بعد من به مسعود اعتماد کامل دارم، میگم مسعود من مطمئنم اصلا با چوبم بری بزنیش، پولم بهش بدی، هیچ وقت نمیاد مثلا حتی اگه چیزی هم از من بخواد من بهش بگم نه، خب فرداش نمیاد مثلا بگه امید یه ویدیو ازم بزنه بیرون بگه این اسکرین شات های چیز مثلا این منو چت اومیسیک که از قضیه ویدیو بگیره. مسعود هیچ وقت همچین کاری بچه‌ها نمیکنه و اینو ته دلی از مسعود میدونم، به خاطر اینه که مسعود میگم من هر جا برسم دوباره مثل رفیق مثل چیز همیشه کنارش هستم. این از این قضیه. خب یعنی چی؟ یعنی یه قسمت قضیه بچه‌ها اینی که میبینید یوتیوبرها با هم دیگه ویدیو نمیسازن همینه. حالا بچه‌ها این اینم چتیه که مثلا اون ازش عکس گذاشته، حالا اینم اینجوریه. تا قضیه اینجا هم توضیح کاملتر بهتون بدم. نمیشه سلام امید چطوری؟ امید رکورد کیل جهان زن تو آرکاتریز پای هست، یه ویدیوی مشترک بگیریم تو بذاری تو چنلت حمایت بشه یوتیوبم. خب یعنی گفته یه ویدیو من بذارم، ویدیوی اونو من بذارم تو چنل خودم. یعنی چی؟ یعنی که اون ویدیویی که رکورد کیل زده رو من بذارم. این قسمتی که حالا اون نذاشته مثلا نصف کار به شما نشون داده، این اول چته، این اولش نمیدونم حالا چرا این کارو کرده. حالا نکن این عکسش هم اینجا گذاشته. خب بعد اومده پایین‌تر، نگاه کنم بزنم جلوتر، نگاه اومده پایین‌تر ازم خوب درست پیجون نگی امید الکی چیزی نگاه میام پایین‌تر میگم من میخوام کامل بتون شده که اشتباهی برداشت نشه یه موقع از این قضیه. نوشته اینم رکورد کیل، نوشتم خب یزید خودت بذارش من چی بگم؟ یعنی چی داداش؟ آخه ناکن تو مثل اینه که الان من خودم بچه‌ها 5 بار ویدیو رکورد کیل جهان زدم، من برم بدم یه نفر دیگه بذاره تو کانالش؟ خب تو که رکورد کیل زدی خودت بذار، هم پولش بره جیب خودت هم باعث رشد کانالت بشه. یعنی من منظورم اینجا از این قضیه این بود. بعد بچه ما خودم این قضیه تو این چند وقته اینا که بعد دیدی شما چیزای دیگه نوشته، خب حالا اونم توضیح میدن آخه نوشته. حالا این تو این چند وقته بچه اینقدر مشکلات دارم، به خدا فقط تو ویدیو نمیام گریه کنم، به خدا میگم. یعنی الان مثلا مادرم میگم کل خانواده ما الان اینجوری، یعنی سر مشکلات و این چیزا. ببین الان بخوام بهتون بگم پینگ بازی خرابه، کاستوم روم نمیشه بری، چی میگن آلکاتراز پلیر نداره، گیم پلیاش در نمیاد. بچه‌ها خوب دیگه بهتون میگم بازیم لگ میشه، صفحه گوشیم گیر میکنه، نمیتونم کانتنت بسازم براتون، خیلی سخت شده کانتنت سازی. کاستوم روم که میرم اصلا بچه‌ها الان میریم جلوتر بهتون نشون میدم صفحه کلا گیر میکنه، گانم خودکار عوض میشه، اصلا جهنم میشه بازی. یعنی بچه‌ها که با میان یار میشن میگن امید چرا انقدر ناراحتی؟ بچه‌ها خدا شاهد اونایی که دیروز با هم بازی میکردن همشون دیدن چقدر ناراحت بودن. یک درصد قضیه حالا بگیم این بوده، ولی بیشتر یه قسمتش هم فشارای زندگی بچه‌ها. بعد از این ور من کرایه خونه رومه، از این ور من بچه‌ها من یه حرفای دیگه نمیخوام بزنم، نون بیار این خانواده منم، درآمد این خانواده بچه‌ها با منه. خب یعنی مثلا این مشکل پیش بیاد با منه قضیه، من این فشار رو رومه. خب خانواده‌مون یکی دو نفر نیست، من هستم، خواهرم، مادرم، کلا اینجوریه، کسی جز من شغل نداره. خب این همه فشار رومه. بعد از اون ور یه هم مثلا یکی میاد میگه امید مثلا یه همچین کاری که یه همچین چیزی هم میذاره تو دامن ما، میاد مثلا میگه اینجوری، بعد مثلا من بهش پیام میدم، مثلا من فکر کنم تو وسط یه هم مشکلات یه نفر پیام میده، بعد این جوابش میدم، بعد فرداش میبینم یه ویدیو زده نوشته چتای من با امید سیکس این نمیدونم فلان حرف و این حرفا، امید نمیدونم حسود و حالا اونا هم دوباره بهتون میگم بعدش. بچا این حالا این نکن من بچا اینو گذاشته بودم مثلا این ویدیو میخواست آموزش اسنایپ باشه، دیگه گفتم مثلا اصلا آخرش گفتم بزنم بزنم توضیح بدم بلکن این ویدیو بچا قرار بود آموزش اسنایپ باشه. نکن اینو گذاشته بودم اینو ایم گرفتم خواستم بگم نکن بچا اگه ایم میگیرین ایمتون یهو پرت میشه بالا، این یه چیزی بازی اضافه کردن، یعنی خیلی سخته فس بزنید یهو ایم پرت میشه بالا تیر میره جای دیگه. این شما اگه میبینید فس اسکوپ میذارید نمیخوره، بازی یکم فس اسکوپ زدن رو سخت کرده. اینو خواستم مثلا قرار بود ویدیو در مورد اسنایپ باشه، قرار بود ویدیو در مورد اسنایپ باشه. میگم بچا من هیچ علاقه‌ای به ساخت ویدیوهای دراما ندارم، اصلا خوشم نمیاد، اصلا یعنی میگم بدتر. الان مثلا شما چی براتون این قضیه داشت؟ حداقل این ویدیو میگم ویدیو اسنایپر رو میساختم 4 تا نکته یاد میگیرید، این ویدیو چی برای شما داشت؟ میگم فقط میگم تنها فقط دو دلیل، یکی میخواستن شما نگاه اینجا مثلا اینا اس چیز کرده بودن بدون مغز بازی یاد بدم که اینجور شرایطی که از اون وقتی میزنه یکی غیب شده چیکار کنیم، مثلا اینجا میخواستن تو میخواستن توضیح بدم. خب حالا بچه‌ها گفته بود مثلا یه چند تا ویدیو درست کردم، یه سری نه خیلی، مثلا فکر کنم 5 نفر تو 40000 نفر 5 نفر اومده بود گفته بود که امید چرا سلام نمیدی، نمیدونم احترام بعضی قضیه احترام چجوریه. بچه من دیدم این توضیحشم دادم چیشم گذاشتم، گفتم بچه ها چون که یوتیوبرای بزرگ این کارو میکردن گفتم شاید وقتتون رو تلف نکنم، یعنی یه راست بریم سر اصل مطلب، چون این قضیه تو یوتیوب میگم آقا وقت مخاطب رو تلف نکنید سریع به سر اصل مطلب. گفتم آقا من اینو عملی کنم، من گفتم مثلا اینا هر کلاسی کردن توضیح بدم. این یه قضیه بود که سلام نمیدادم، چون خیلی یوتیوبرای حرفه این کارو میکنن، اینو از کومان بگیر از مستر بیست بگیر خیلی ها. خب حالا دوباره من برش میگردونم سر این قضیه، این سلام رو دوباره برمیگردم چون مثل اینکه
میگم مثل اینکه شما اینو وقت تلف کردن نمیبینید. اوکی منم خب از خدا من بعد چون ویام و بعضیا میگن اون چرا این کارو میکنه، خب من بچا یوتیوبر از خداش ویدیوش بلندتر باشه. حالا قبلا ویدیوهای کوتاه بچا درست میکردم میگفتن امید من مثلا میگم یه سری این قضیه کانتنت سازی یه سری فشار الکی روم هست، یعنی میخوام بگم که من انقدر آزاد نیستم به خدا، هزار تا مسئله تو ذهنمه. یه سری میگفتم مثلا امید یا به بقیه یوتیوبر شما چرا انقدر ویدیوهاتون کوتاهه، شما میگین فقط ویدیو رو بذارید زود کوتاه باشه زود کار جمع کنید بی پولتون بگیرید. ویدیو رو بلند کردیم میگن امید ویدیو رو چرا انقدر بلند کردی، حالا به خاطر پول چرا انقدر ویدیو رو بلند کردی؟ واقعا ما چیکار کنیم این وسط؟ میگم این فشارا رومه، اینا همه رومه. بعد اینجور چیزا میام بهم تو دایرکت میگم من سریع جواب میدی میشه دراما، جواب نمیدی میشه چی میگن مغروری. به خدا بچه ما موندیم این وسط چیکار کنیم؟ بس من نیستا، بس هر کسی که میگم تنها کاری هم که آخر قضیه میتونیم کنیم اینه که جرأت حرف زدن با بقیه یوتیوبرها ما نداریم. من اسم یوتیوبر دیگه اسمش میاد توی کاستوم رومان بچا کیکش میکنم، چون میگم الان میاد اینجا یا من اونو میزنم میشه فیلم هندی میگه او امیدیسی منو زد یا امیدیسی رو نایف کردن. حالا کاستون روما چجوریه؟ من اصلا صفم کار نمیکنه به قرآن بچه ها، یعنی صفم رندوم میزنه برای خودش، اصلا یه چیز عجیبیه. نمیدونم باگ چیه توی اصلا میشه خنده‌دار، الان ویدیوش براتون گذاشتم. خب توی کاستون روم اونجوریه، توی بتل عادی توی آلکاتراز اینجا اینجوری نیست. یعنی دیروز داشتم سکته میکردم به خدای با آرمانی داشتم بازی میکردم، آرام دوستم بچه‌ها بعضی وقتاتون واسه داشتم واقعا سکته میکردم سر این قضیه. اینم یه قضیه بچه‌ها. دیگه چی بهتون میگم؟ آها میگه بعد تو ویدیو میگه که امید نمیدونم امید خیلی مغرور و خودش بزرگ کامیونیتی میبینه. بچه‌ها من غلط کنم خودم بزرگ کامیونیتی، من هیچ بزرگی تو این قضیه نمیبینم. من یه یوتیوبرم، فقط دارم کاری که دوست دارم انجام میدم، ویدیوشو میذارم، شما هم چون که دوست دارید میبینید. اصلا از کلمه کامیونیتی متنفرم، چون هر موقع یکی میگه کامیونیتی فردا دراما میخواد دراما را بندازه. من نمیدونم بابا بیت کانتنتی بسازید مثلا مخاطب. من الان دوست داشتم حداقل این باشه که بیام چی بگم شما حداقل این کانتنت اینی که یکی بخندونی، یعنی یه جوک بگم. من این جوک الان به کلی میدو ترجیح میدادم. اوکی خب بعدم بچه‌ها کلمه کامیونیتی بعدم میاد، چون بیشتر موقع مثلا گفتم نمیدونم کامیونیتی یعنی چی. بابا حالا شاید معنی درستی باشه من بلد نباشم، ولی چون من که همه چیز دام نیستم، من یه آدم مثل شما هم دیگه، هر کسی آقا یه مشکلاتی داره دیگه، همه که کامل که نیستم. کامیونیتی مثلا آقا ما من خودم دقیقا اینجوری میبینم، یه آدمی هم دقیقا مثل شما تو کوچه هم هزار با هم دیگه تا حالا دیدیم، بوده باهاتون رفتم فوتبال بازی کردم، یعنی وسط کوچه میبینم بچه‌ها شناختنم باهاشون نشستم فوتبال بازی کردن، اگه من آدم مغروری ام چرا با اون کار کنم؟ یا مثلا بوده دست یکشون همونجا دوربین دادن واسه یکشون گفتم بیا ویدیو بگیری اینو بکنم ویدیو حال کنی مزه، مثلا چی میگن حال بده. خوشم خیلی دوست داشتم گفتم امید ویدیوشو میگیری بذاری؟ گفتم بگیر. خب بیا بگیر تا بذاریمش حال کنی. من اگه مغرور بودم این کارا رو میکردم؟ این حرفاش اصلا شما به نظر شما مغروریم؟ حالا پوینتش اومده من اینو گفتم دیگه، گفتم من هول و هول هزار تا مشکل رو سر میخته فقط مثلا جواب اینو بدم که مثلا اصلا ناراحت نشه کسی، فقط در این حد. اوکی یزید خودت بذارش، منظورم این بوده، اون بالاش این خودش نذاشته، من منظورم این بوده. خب ویو چنل کم بروکن 1,000,000 ویو خورده، پستش میتونی استوری کنی برام. بچه‌ها بروکن 1,000,000 بخوره به من چه رفی؟ آخه چه دخلی به من داره تون قرآن؟ من نمیدونم، من خودم انقدر مشکلات دارم بچه‌ها به خدا، یعنی بعضی روزا صبح که بیدار میشم میگم دارم دیوونه میشم، یعنی میگم امروز صبح یا دیوونه ام یا سالم ام، ولی چک میکنم ببینم سالم ام یا دیوونه ام، انقدر مشکلات سرم. حالا دوباره بهتون ادامه میگم اون مشکلات چیه. چنلم ویو کم، حالا با بقیه دارم صحبت میکنم و اینجور حرفا. بذارین پوینتر بریم، برو پوینتر ویدیو رو باشی کامیونیتی یزید. ها اینو گفتم بچه‌ها، اینم دوباره مثل این که چی شده بود، این شدم یزید تو رو بذارم بقیه پارم میکنم. بچه‌ها این چندین هزار دلیل داره، ولی دلیل اصلی این حرفم بچه‌ها همینا کنید نوشته رزیش نوشته سر همین چیزا که کامیونیتی پیشرفت نمیکنه. اینو بعدن دیدم ویدیو زده، چون من اینو گذاشتم و رفتم، چون میگم الان بچه‌ها بس اینه، مثلا تو ذهن من بس اینه که چی میگن میشه هر روز ویام میاد پایین‌تر. بس اینه که بچه‌ها من الان بس اینه که میخوام ببینم چه کانتنتی شما دوست دارید. من الان مشکلم اینه ویدیو بلند بسازم، کوتاه بسازم، دارم به این فکر میکنم، پست کامیونیتی میذارم براتون، ازتون میپرسم، پست تلگرام میذارم میپرسم چجوری ویدیو بسازم، چون لایو که به خدا بچه‌ها ویدیو ریاکتی میذارم مسخره میکردن، اینجوری ویدیو میذاشتن، خب همینجوری این ریاکت میرفتم گیم پلی مسخره میکردم، میگفتم امید تو چرا به ویدیوات داری چیز میگی؟ چی میگن ریاکت میگی؟ تو چه یوتیوبری؟ برو لایو بگیر. لایو که میذارم میگن امید خودت مسخره کردی، این چیه اینجوری میذاری؟ به خدا بچا دارم دیوونه میشم تو این قضیه، علنا دارم رد میگم هر کاری میکنم. خب میگن این کار درست نیست، امید اون کارو کن. لایو چرا میذاری؟ حرف نمیزنی، وقت برای مخاطبات نمیذاری، لایو میذاری هم دوباره برعکس. اصلا نمیدونم به خدا بچا واقعا این سری مشکلات تو ذهنمه. بعد یکی هم میاد اینجوری میگه حالا چی نوشته، میگه به خدا توی همین چند ثانیه حرفش هم یادم رفت، انقدر سرم شلوغه، به قرآن میگم بچا. خب
یعنی خود این پایینش نمیشته بودن. آها تو رو بذارم بقیه پارت میکنم بچه ها. بعد من به یه سری ها مثلا اینجوری، من یوتیوبرم، اینستا کسی ازم شغلم جایی میپرسه میگم آها من اینستا دارم، شغلم اینه، ویدیو میذارم. بعد سری هر جا میرم سری مثلا چی میگن مغازه داره داشت این مغازه ما استوری کنه میگم، مثلا میرم سلمونی این سلمونی منم استوری کنه تبلیغ بشه. بعد بچا اگه این کارو بکنم میگن اومیسیک تبلیغ میذاره، هی برای پول داره هی تبلیغ میذاره، به مخاطبش احترام قائل نمیشه. اگه نذارم خب، اگه نذارم خب عدسم ناراحت میشم. یعنی اینکه ما کلا اولا یه بخش قضیه اینه، یه بخش دوم قضیه اینه، میگم یه بخش این قضیه است که ما نمیدونم چه جوری به بقیه بگم نه نمیذارم، نمیتونم بذارم به خدا. چون بعضی موقعا یه سری آدما مثلا من بود دیگه، به طرفو استوری کرده بودم بچا، سنه چیش کرده بودم، بعد بعدن طرف رفته بود نکن بچا، یکم مشکلاتی که آیپد میخوره مال کاستوم واسه نکنین گانم، این قبلا اینم داشتم تو کاستوم ما دیگه، این اصلا دیگه ول نمیکنه نکنین گانم خودکار ول میکنه، میگیره اون یکی گانم. این من اصلا اونو چرا نباید بکشم؟ میگه مجبور شدم جام بزنم. آقا الان نکن اینجا 100 بار این اتفاق بچا میفته. خب این کاستونوس برنگ این همین دلیل اینکه کاستونون خیلی کم میام، یا اینکه یکی میاد میشه دراما، یعنی میزنیشون میشه فیلم هندی، نمیزنیشون چیه. ولی میگم کاستونوما رو فقط دلی به خدا میام شما رو ببینم، یعنی اصلا بحث ست و اینا نیست، یعنی میام فقط دلی شما رو ببینم. مثلا اینکه یارم گفت بیام گان لجن بده بهش دادن، نکن اینجا گیر کرده بودم، یه چیز بود. آها داشتم فکر صدام داشت باز میکردم ببینم چی. آها بهش گفتن گان لجن چی میخواد. خب همه بچا تو کاستون رو میام منو بزنن، اصلا بحث این نیست. هر کسی که میاد کاستون رو اگه 40 نفر باشه 39 نفر میاد منو بزنن. به خدا بچا بازی اینجوری خیلی سخته، هیچ پلیری تو دنیا این کارو نمیکنه، هیچ پلیری تو دنیا کاستون رو نمیره پشت سرم ویدیو. ما یه زمان این کارو میکردیم واقعا، یعنی اگه می‌خواستی نکو اینجا دوباره گانا نکو اینجا هرکلاسی کنم نشون میدم دارن طرفو میزنم گانم میره، مجبور میشم یهو بزنم مونو میزنم، چون گانم خودکار دست میره اونور دیگه. کجا قضیه بودیم؟ آها بچه ها من هیچ ادعای بزرگی تو این کامیتی ندارم. بعد کجا بودیم؟ این آها مشکلاتم بهتون گفتم، این قضیه چیز آها این قضیه همین این جمله بهتون اینو بگم، این قضیه این جمله کی پسر گذاشته بود که پیش گفته بودم آقا این نمیدونم من به این چجوری میگفتم که آقا من نمیخوام ویدیو تو بذارم. اولا یکی دلیل اصلیش همین آقا اعتماد حتما بد ندارم عزیز من مثل اینه که من برم من چون یه سری آدم ها مثلا تو یه نفر یه جا میبینی میگی من به این یکم مشکوکم نمیتونم بهش اعتماد کنم، یکی میبینی باش رفیقی خیلی وقت رفیق بودی بهش اعتماد نگاه اینجا بچه نگاه گانم هی نگاه خودتو ناخوین دیگه، گانم هی دستم در میاد ناخوین یه بار بشمار یه بار این نگاه، این من هر بار گانم در میارم میره اونور اونور نمیخوام موون بزنم این گانم خوش اینجور میشه، این ناخوین این دو بار دوباره رفت دوباره موون زدم گانم رو در آوردم، نگاه این سه بار، نگاه این سه بار، صد بار اینجور شد داشتن دیوانه میشدم دیگه، گفتم ولش کن آقای مرد توی یه فایت چهار بار گانم از دستم افتاد، طرف یه بار انگوشش میخوره میمیره، حالا من موون دارم اینجور زنده میمیرم. شاید بچه ها من نمیدونم چجوری به کسی که اعتماد ندارم آقا دلم نمیاد تو رو طرفش بگم آقا تو رو آقا بهت اعتماد ندارم، مجبورم بگم آقا نمیشه، یه بهونه بیارم یه بهونه چرتی بیارم چون مشکلاتم رو میخته، فقط میخوام چیز بگم برم پی بدبختیام، به خدا میگم بچه ها اینجوریه. خب بعد چجوری بگم چون من یه چیز میبینم دیگه، بعد الان بعد میگی خب اون شاید اشتباه کردی بیا پس فرش ویدیو زدن چهار تا ویدیو گذاشتن نمیدونم در همین آدم گذاشته در مورد اینکه امید نمیدونم امید مثلا اینجوری جوابمو داد و از اینجوری حرفا. اولا اصلا من میگم مثلا اصلا فکر کنم من الان کمکم خواستی بعد بگم نمیکنم مستقیم بد نه نمیکنم، اصلا آدم دوست خود شما مثلا یه چیزی بهش ازش پفک بخواید بعد پفک بهتون نده بعد برید بزنینش بعد برید همچین ویدیویی درامش درست کنین، اصلا اشتباهه بچه ها. حرفای رفیقا هیچ وقت حتی یه زمانی هم با یه نفر دوست آدم بوده هیچ وقت نباید اون حرفا بیاد بیرون، یعنی میگم شما هیچ وقت مگه اینکه یکی بخواد آبروبری کنه ازم بیام از خودم دفاع کنم، این خیلی اشتباهه، این کارو واقعا از این کار بدم میاد، خیلی کار به نظر من، این نظر من، حالا نظر شما با قابل احترام ولی نظر من خیلی اشتباه این کاره بچه ها که یکی بیاد چی میگن یکی بیاد حرفای دوستانه رو بیاد مثلا یه جایی نشون بده، حتی این کار اصلا درست نیست، قانونی نیست، هیچیش درست نیست، نه هیچ جای آدم چتشو بره چتش حرف هیچی درست نیست. خب مگه اینکه یه جا اون طرف مجبور شده باشه، الان این چه اینجا چرا مجبور شدی تو من حرفی در مورد تو زدم مجبور شدی اینجوری کاری کنی؟ مجبوری یعنی اینکه یه جا مثلا میخواستن آبروتو ببرن میخواستن کاری در مورد کنن، اونجا باشه شدنی آقا کاری کردی آقا برای آبرود کردی، ولی اینجا بچا دلیلی نداره اینجوری کاری بکنی، من اینو واقعا اینو قبول نمیکنم. بعد اینم همون دلیل است که من توی این آدمی چیزی میدیدم که امکان داره مثلا یه همچین کاری کنه بعدا که بعدا مثلا من باش ویدیو بگیرم بعدا مثلا بیاد به مخاطبای خودم علیه خودم چیز بگه، خب من چرا اینجوری کاری کنم؟ محسودو میگم میذارمش بالا چشم خونه خودم میارمش دمش گرم نوکرشم مثلا، ولی
اینا رو من چرا این کار با خودم کنم؟ در یکی دلیل اصلی هم که بچه ها یوتیوبر بزرگی هم این کار رو نمی کنم، من خودم بزرگ نیستم، من خودم کوچکترین یوتیوبرم، 30,000 تا ویو دارم، اون آدم از یه میلیون ویو میخوره. خب همینه دیگه، میگم مثلا با یه ویدئوی معین مخاطب مثلا فکر ویدیوش چیز کرده بهش پیام میده، اون طرف همون پیامه رو میگیره میزنه تامنل میکنه مینویسه چت های رول رفته من مثلا با پودک با فرشته سن، اینا این کارو دیگه سر همین نمیکنم، میترسم به خاطر اینه که خیلی از پیام ها رو ما جواب نمیدیم. اونایی که یوتیوبرایی که میان توی چیز ما کیک میکنیم، یوتیوبرایی که میان توی چیزمون که دراما به وجود نیاد، من که دلیل از اسم یوتیوبر میام درجا به وایتی میبینم کیکه، چرا؟ چون میخوام دراما نشه، دراما نشه، چون بدم یاد دراما، دروغ بهتون میگم، خوشن دوستم این کانتنت بسازم در مورد بحث و جدل نباشه، دوست ندارم دعوا ببینم، دوست خودم دوست ندارم دعوا ببینم، دوست دارم کانتنت مفید بسازم واقعیتش. حالا یزی پیشرفت چه، فقط تو کسی نیستی که اینجا من نگاه زیرش هم نوشته این چیز این ها زیرش هم اینا رو نوشته نوشته کامیونیتی فارسی پیشرفت نمیکنه، هر روز ویو ها پایینتر میاد. اوکی داداش، بچه ها ویو ها داره پایینتر میاد، اولا یه زمانی قنشکن ها بود، قنشکن ها همش خوره، الان همش پولیه، هر کسی پول قنشکن نداره بیاد یوتیوب ویدیو ببینه، این یه دلیل پایین اومدن ویدیو. دلیل دومش اینه که بچه ها میرن مدرسه، دلیل سومش اینه که بچه‌ها میرن مدرسه، الان تابستون، الان تابستون اومد اینور ویو میاد پایینتر افت میکنه، چون بچه‌ها مدرسن، خیلیاشون مدرسن دیگه، مثلا گوشیاشون رو گرفتن ازشون، خیلی شما اینجورین. دلیل سومش هم که ویو اومد پایین بچه‌ها اینه که چی میگن، یادم رفت انقدر فشاریم، حقیقت رو بخوام خیلی ناراحت فشاریم. بعد بچه‌ها حالا اینا میگی خود یوتیوب هم گرفته چیز کرده، خود یوتیوب هم گرفته این، الان ما لایک هامون میپره، یعنی شما 1000 تا کامنت میذاری 1000 تا لایکتون، اصلا لایکاتون 100 تا از کامنتاتون 1000 تا است، مگه میشه همچین چیزی؟ همیشه کامنت باید 10 برابر باشه. بچه‌ها لطفا الگوریتم رو یوتیوب هم خراب شده، خب خواهشاً یه ذره انرژی بدید، لطف کنید بچه‌ها، خواهشاً این ویدیو رو یه لایک بذارید پای ویدیو، یه کامنت هم هر چی دوست داشتید، یه انرژی مثبت بدید، همین هر چی دوست داشتید بنویسید، یه قلبی باشه، یه هر چی که دوست داشتید، میگم دیگه فقط انرژی باشه که این الگوریتم درست بشه، شما رو بات نبینه، چون یوتیوب بچه‌ها شما رو بات می‌بینه. حالا اینجا نوشته هر روز ویو میاد پایین‌تر، به خدا تقصیر من نیست، می‌بینم نه من میتونم با بقیه همکاری کنم، چون من میگم به وارزون پلیرا، به پابجی پلیرا، بچه‌ها من پیامشون من نمیام نشون بدم چون کار اشتباهیه، به وارزون پلیرا، به پابجی پلیرا، به کسایی که شدنیه پیام خودم دادم نشده، یا اگه هم کسی هست خب اون یا اون یه مشکلی داره مثلا جایی تو زندگیش، یا من تو جایی تو زندگی مشکل دارم، نمیتونیم با هم ویدیو بسازیم، یعنی من با موجی دادم، با مسعود دادم، به فکر اینجا همکاری هستم، ولی خب دیگه همش که نمیشه همکاری باشه. بعد شما ازم کانتنت مثلا کانتنت آموزشی هم میخوای، من همه جوره میخوام بذارم، گفتم کف کنم این چیزا رو گفتم بابا. اوکی حقم داری، پیشرفت کسی رو نمیخواد ببینید، من چرا پیشرفت کسی رو نخوام ببینم تو کامیونیتی؟ و اینم توی ویدیوش هم میگه که این حسودن و اینا، خود واقعیشون هم نیستن. و بعد اینجا هم بچه‌ها من گفتم فقط تو نیستی، 1000 تا دوست داشتن همون حرف است که میگن چرا نذاشی، چون بچه‌ها من هر جا میرم، من فقط تنها جوابی که میتونم برم به سلمانی بهش بدم، میگم نمیتونم استوری کنم، اینه که بگم من ویدیوش رو نمیذارم، تنها راه هم همینه که بگم، وگرنه اگه بلدین یه چیزی بگید که من به اینا فردا بگم که فردا طرف فقط ازم دلخور نشه، چون از فردا مثلا حتی دلیلم براشون بیاری خب طرف ناراحت میشه، ولی این تنها دلیلی که میبینم کسی ازم ناراحت نمیشه دیگه، باعث میشه چی؟ اینو به هر کسی که میشه همینو بگم دیگه، من چی بگم آقا کسی ندارم ناراحت نشه، نمیدونم همه رسی ناراحت میشه. بعد این تو ویدیوش هم میگه اینا خود چی نیستن؟ خود پلیر زدم یا نه؟ اینا خود واقعیشون نیستن. بچه ها من میگم روزه که ناراحتم اینجوری هم، ولی اگه روز بوده یه ذره مثلا ناراحت بودم، ولی با انرژی اومدم ویدیو رو ساختم که شما 40,000 نفرید میبینید، یه جوکی گفتم که بخنید، قرار نیست که حالا من ناراحتم شما ناراحت بشید، ولی اینجا دیگه واقعا فشار اومد دیگه، امروز نمیدونستم بیام بگم وای بچه ها ازم عکس اومده، اینا نمیدونستم واقعا دیگه بیام، یعنی این دیگه واقعا با فکر میکردم، ولی ما خود واقعیمون هم اینه، من دوستان میشناسم خودم واقعا، من خودم دلقکم کلا، یه شخصیت دلقکی دارم، یعنی هر جا میریم میخندیم و میزنیم تو کله هم دیگه، این شخصیت جزء شخصیت منه، بعضی موقعام که فشار زندگی زیاد میشه ساکتم، یعنی همینجور سرم میبینی دارم یه جا نگاه میکنم دارم فکر میکنم، اینجور شخصیت من دارم. اوکی یعنی اینجوری خود واقعیشون نباشن و ما نمیدونیم فیکیم و از اینجور حرفا دیگه چی. آها بعد میگه که اینا رفتن رکورد امید رکورد مثلا کیل آلکاتراز رو زده، خب کیل هدشات آلکاتراز رو زده، خب بعد چی میگن، بعد رکورد کیل آلکاتراز رو زده هدشاتشو، بعد من اینم میگه من خودم هر بازی 30 تا هدشات میزنم، خب داداش دمت گرم، من ادعایی ندارم، من یه نوب سگم آقا، حسن من یه رکورد کیل زدم، رکورد هدشات زدم گذاشتمش، بچه‌ها من خودم توی یه هفته 5 بار رکورد کیل ایران زدم، هیچ ادعایی هم ندارم، ای به هیچ کسم نگفتم بیا ویدیومو بذارید، فقط یه ویدیو هدشاتی که گذاشتم تو کامیتی خارجی بود، به زارا گفتم زارا لطف می‌کنی اینو بذاری، یادم یه سری چیزای دیگه قبلا ازش خواسته بودم، مثلا فکر کنم گفت نه یه سری چیز دیگه بود، هیچ ناراحتی نداشتم ازش، ولی اونم قبول کرد، ممنون زارا دمت کرد،
یعنی میگم از این هیچ چیزی واقعا من میگم مثل اینی که میگم آدم اگه چیزی بخواد بعد طرف بگه نه که نمیشه که ازش نه. شما الان دوستتون امروز بهتون میگه بیا بریم بیرون، تو میگی نمیتونم، اون باید بیاد با سنگ بزنه که خب شیشه شما بشکنه. خب نمیشه که، این چه دوستی، حتما دوست نیست دیگه. بعد کس بعد یه سری ادعای رفاقت میکنه، شما دوست نیستید حتما که این کار میکنید دیگه. وگرنه دوست باید دوستیه که باید بتونه نشنیدن شما بشنوه. حالا بچه‌ها حرفای دیگه هم که زمین همه اینا رو میگم که یک بار برای همیشه این حرفا زده بشه که دیگه مثلا کسی اشتباهی از دست ناراحت نشه. حالا خب مثلا شاید مثلا یکی بگه خب شاید اینجوری، ولی من حرفای منم بشنوید لطفا. یکی دلیل دیگه شم که اینا میگم، میگم امید مثلا اینو چه روش میگه هیچ نیست من اینا رو توضیح ندادم. خب میگه امید برای پول ویدیو میسازه، میگه حالا میگه امید برای مثلا این حرفا رو شنیدم مثلا میگن فلان یوتیوبر برای پول. بچه‌ها پدر شما مگه برای پول سر کار نمیره؟ ما هم برای پول، بله یه بخش کارمون برای پوله. درست آدم کارشو دوست داره ولی خب باید پولش هم بگیره. من نمیتونم آقا دروغ، نمیتونم دروغ بگم برای پولم نیست. بچه‌ها برای پولش هم مهمه. شما سر کار میرید پولتون مهم نیست. آقا ما پولمون مهمه ولی عشق به کارم داریم. اینجوری نیست که عشق به کار نشته باشیم. شاید مثلا عدس کالا فشاری باشیم ولی بیشتر بچه اون من خودم مثلا چیزی که دوست دارم این رابطه من خودم با مخاطبامه. یعنی مثلا این میام اینجا مثلا حرف میزنیم دلم گرفته. چون شخصیتا یه آدم خیلی منزوی ام اونجوری تو میگن، یعنی مثلا خیلی مثلا آدمی که همیشه تو خودش همیشه هدفون میذاره میره آهای من گوش میکنه، اینجور شخصیتی دارم. اوکی سر همین چی میگن این رابطه تا یه حد خیلی زیاد بچا برام مهمه. اوکی یه حرف دیگه هم بچا دوباره اینا میذارم، میگم امید مثلا همش اتچمنت شاتکام میذاره. بچا من به خدا شما هر چی توی کامنت ها بگید من اونو میسازم. یعنی شما میگی امید اتچمنت شاتکام بده با ای کی، من هر سیزن که میاد شما میگید امید بهترین اتچمنت سیزن رو بده، خب من باید بدمش که چیکارش کنم؟ وقتی مخاطب ازم میخوام من برای کی دارم ویدیو میسازم؟ برای یوتیوبرها که نمیسازم، من برای شما دارم میسازم دیگه. وقتی شما میگی امید یه سیزن، این سیزن یه دونه اچ اس جدید بهم بده، اچ اس خوب کار نمیکنه، یه شاتکام جدید بده، من میام بهتون اون سیزن بهتون میدم چیکار کنم اگه اون بتون ندمش. کانتنت کالاف دیگه هر سیزن باف میشه، گانا ضعیف میشه، قوی میشه، باید یه دونهشو به کی میگم، باید به یه دونهشون به شما بدم دیگه. بعد دیگه این چی میگن خدایا، آها یه چیز دیگه هم بچه‌ها هست، میگن امید کسی حمایت نکردی. بچه‌ها من اون اول اگه یادتون باشه خب دونه دونه از این کسایی که اون اولا مثلا ویمون 20000 تا بود، خب اون موقع دونه دونه از کسایی که چیز میکردن چی میگن، دونه دونه از کسایی که یوتیوبر بودن، اونایی که مثلا ویوشون اصلا تازه شروع کردن 10 تا ویو داره. بچه‌ها این میگم چندین و چندین بار توی کامنت ها مینوشتین، یادتونه میومدم میخوندم اسمشون رو میگفتم آخر ویدیو ببینید، فکر کنم بالای 20 تا ویدیو اینجوری درست کردم. خب یعنی اسم چیزا رو میخوندم، اون یوتیوبر تازه کار رو که ببیننشون، کامنت های خوب میخوندم. بعد اصلا یه چند بار از کس اصلا علنا ویدیو میساختم، مثلا یادم یه امیرنامی بود، خب زندگیش سخت بود، مثلا براش ویدیو درست کردم گفتم بچه‌ها این سخته برید ویدیوشو ببینید، حمایتش کردم. خب بعد من رفتم ویدیو اینی که این همه حمایتش کرده بودم نگاه کردم، ویوش اگه 100 تا بود از 20000 نفر 10 نفر رفته بودن نگاه کرده بودن. من گفتم خب وقتی چیزی فایده نداره من برای چی این کارو کنم؟ اصلا فایده ای نداره این کاره. یعنی یوتیوب الگوریتم برای الگوریتم جوریه که باید مخاطبا برن ویدیو طرف خوششون بیاد، بعد این الگوریتم معرفیش میکنه هر چقدر اون، چون الگوریتم خودش میفهمه کدوم ویدیو خوبه کدوم ویدیو بد. اوکی اینجوری نیست که هر ویدیویو بذاره برای مخاطبش، بخاطر اینکه شما میرید مثلا تو یوتیوب ویدیوهای مثلا ویو بالاتر میذاره، اونا کیفیتی بهتر بودن که ویوشون بالا رفته. یعنی شما اگه کسی میخواد یوتیوبر بهتری بشه باید کیفیتو بره بالا، به جای اینکه مثلا چی میگن کسی کمکش کنه. کمکم کمک نمیدونم چه جوری میخواد بکنه، خب ولی امکان داره بکنه. ولی باز میگم اون قضیه اعتماد آخر قضیه هم مهمه. میگم من خودم یکی دلیل این کارو برای این آدم کردم، یه مقدارش اعتماد بود که الان واضح هم هست دیگه. یعنی الان شما میگی من درست چیزی کردم. یه بخش دیگه بچه‌ها این قضیه این چیزه اینه که مثلا جدیدنا میگم مثلا قبلا بود چیتو اینجور چیزا نبود، الان بچه ها انقدر چیتو اینجور چیزا به چیتو دی ان اس و اینجور چیزا به بازی اضافه شده، خب آدم جرئت نمیکنه کسی رو مثلا اگه مثلا حالا نه اصلا اینو نمیگم کسی دیگه که حالا فردای ویدیو نسازه دوباره بیاد بگه من چیتر نیستم از این طرفا، نه من با این آدم نیستم، کاری می آدم ندارم، مثلا نه دوست دارم از این آدم بشنوم، نه دوست دارم معذرت خواهیشو بشنوم، نه هیچی اصلا فقط همین ول کن فقط برو پی کارو برو خود، همین میتونم بگم. خب انقدر اینجور چیزا زیاد شده چون من میترسم مثلا یکم بازیش خوب باشه مثلا بزنش بعد فردا ببینم مثلا طرف مثلا چیتر بوده، بعد یهو مثلا آبرو من میره دیگه، میگه ناگو اومیسیکس داره چیتر معرفی میکنه، خودش هم حتما چیت داره، حتما میترسه، حتما ترسیده، این حتما این چیتره، خب اینم ترسیده بهش گفته مثلا این میدونه این چیتره، بعد اینم اینو خودش مثلا گفته که ترسوندش که مثلا بگه منم چیتو دلو میدم، بعد اینم اینو گذاشته حالا چیت جفتشون لو رفته، یه همچین چیزی از اینم آدم میترسه، انقدر چیت میتونه اینجور چیزا بچا زیاد شده دیگه. من
این یکی دلیلای میگم میترسم واقعا کسی هم که رکوردی هم بزنه میترسم آقا جان چیزش کنم معرفیش کنم آقا دروغ چرا واقعیت قضیه یه درسش ترس از اینکه طرف چیز نزده باشه ترس از اینکه اعتماد کنیم ترس از اینکه جواب خاموشی جوابشون رو میدیم چیز نشه بچه‌ها نکنید بعد یه مشکلم بچه‌ها اینترنته یعنی من اینترنت هم اینجوریه نگاه کنید وقتی مثلا میبینید مثلا آقا چیزی من بچه ها یه مشکل بازی من اینترنت همه شاید پینگم الان نکنه رو 200 خب پینگ من بچه ها 50 هم که باشه تیرام نمیخوره دلیل نداره نمیدونم دلیلش چیه یعنی این بحث کیفیت اینترنته اون پینگه سرعته ما یه سرعت توی اینترنت داریم یه کیفیت داریم من کیفیت اینترنت هم خرابه پینگ پایین همیشه چیز خوبی نیست امکان داره شما پینگتون 10 باشه ولی تیراتون نخوره چون کیفیت اینترنتی رو ندارین که بهش میگن یه چیزی تو مایف کنم بهش میگن پکت لاس و اینجوری زار یه چند تا اولویت دیگه هم بچا داره این قضیه الان بچا اگه دست ناراحت واقعا تو کامنت ها میگم من تیرام اینجوری دو خشا خالی کنم دو تا تیر خوردم عقب جلو میشم پینگم همین هنوزم 200 خب اینا مشکلات منه که باشون دست پنجه نرم میکنم یعنی انگار گیر میکنم انقدر سر من شلوغه بعد اینجور حرفا میاد بعد من برای چی از چیزا خوشم میاد درام خوشم میاد چون یه ویدیوی مجبوری بیای بسازی برای اینکه آبرود نره بعد خود این طرف میگه من نمیخوام مثلا کسی از مثلا نمیخوام مثلا از امید بد گفته باشه من اینجور حرفا یا نمیدونم کامنت اینا تو عزیز من تو میای تو ویدیو میگه امید مغروره این خودشو بزرگ میبینه این نمیخواد کسی رو ببینه دوست نداره پولدار شدن بقیه رو ببینه من آقا کسی پولدار بشه به من چرا میگه من پینگ من دو تا خچا خالی میکنم تپ مردم چه جوری این عادتش من نامت چا بگیر آره این همه حرفو به ما میزنن بعد آخرش هم میگن ما نمیخوایم طرفو چیز کنیم آقا دیگه این کام این لطفاً این ویدیوها رو نسازید لطفاً این جور ویدیوها رو توی کامیونیتی نسازید این ویدیوها به درد نمیخوره این ویدیوها من خودم ساختم فقط و فقط برای دفاع از شخصیت خودم بوده که جلوی مخاطبام ازم ناراحت نشن برای مخاطبام بوده که من میگم دلخوری براشون پیش نیاد بعد از اینم بچا سعی میکنم هر ویدیوی دوست دارین براتون درست کنم تو کامنت ها بگید سبک ویدیویی که دوست دارید و بگید الان امروز میخواستیم ویدیو درمون اسنایپ باشه ولی نشد اینم اتچمنت بچا فاسسکو واقعا بچا میگم تو دنیا من این خانواده دارم شاید یکی دو تا دوست خوب شما مرسی که هستین بچا خیلی دوستون دارم تا ویدیوهای بعدی مراقب خودتون باشید ما خیلی مشکلات بچا فقط میتونم اینو بهتون بگم داریم از بالا پایین چپ راست ناکن اصلا نرسیدم حتی بازی کنم رنکمو برام بالا چون اصلا میرم تو بازی میبینی دیگه تیر میزنم طرف نمیخوره چون رنکم برام بالا حتی رنکمون رو نمیتونیم بالا ببریم میگم این هم مشکل هست ولی داریم دوباره میجنگیم با این مشکلات دوباره داریم با این مشکل بچا میجنگیم هنوز گردن رو بالا گرفتیم میجنگیم بچا مرسی که ویدیو دیدید تا ویدیو دیگه خداحافظ.